سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. فائزه هاشمی رفسنجانی متولد 17 دی ماه 1341 سیاستمدار ایرانی است که نماینده تهران در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی بود. او دومین دختر اکبر هاشمی رفسنجانی است. فائزه هاشمی از نظر سیاسی دارای گرایش اصلاح طلبی است و از اعضای بنیانگذار حزب کارگران سازندگی به شمار میاد. فائزه هاشمی بهرمانی در 17 دی ماه 1341 هنگام اقامت خانوادش در قم به دنیا آمد. او فرزند سوم اکبر هاشمی رفسنجانی و عفت مرعشی است. او دارای مدرک دکترا در رشته حقوق بشر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و دو لیسانس در رشته های مدیریت از دانشگاه الزهرا و علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز است. او به عنوان یک دانشجو در دانشگاه بیرمنگام سیتی انگلستان حضور داشت و فوق لیسانس حقوق بشر رو از این دانشگاه دریافت کرد. اما پس از 2 سال تحصیل در مقطع دکترای این دانشگاه ادامه تحصیل رو به ایران منتقل کرد. از میان دختران اکبر هاشمی رفسنجانی، فائزه تنها دختری است که وارد فعالیت‌های سیاسی شد. او در میان افکار عمومی ایران چهره اصلاح طلب محسوب میشه. او در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و موفق شد به عنوان نماینده دوم تهران به مجلس پنجم راه پیدا کنه. فائزه هاشمی درباره فعالیتش در مجلس پنجم گفته: فعالیت‌های من در مجلس 3 بُعد داشت. مسائل روز جامعه، به خصوص مسائل سیاسی، مسائل مربوط به زنان و مسائل مربوط به ورزش. شرکت او در انتخابات مجلس 6 با شکست همراه بود که باعث کنارگیری او از فعالیت‌های سیاسی شد. فائزه هاشمی همچنین رئیس شاخه زنان حزب کارگزاران سازندگی است. خانم فائزه هاشمی از سال 69 ریاست فدراسیون اسلامی ورزش زنان را بر عهده داشت. در خرداد 1390 به دفتر او در ساختمان فدراسیون اسلامی ورزش زنان حمله شد و کمتر از 2 ماه بعد در مرداد ماه سال 90 این فدراسیون به دلیل تعلق نگرفتن بودجه کافی از سوی سازمان تربیت بدنی تعطیل شد. او در سال 1377 اولین روزنامه مربوط به زنان در جمهوری اسلامی یعنی روزنامه زن را منتشر کرد و مدیر مسئول اون بود. روزنامه زن به دلیل درج اخبار سیاسی، نقد حجاب اسلامی، حمایت از فمینیسم، چاپ کاریکاتوری از آروین، پیرامون دیه زنان و درج خبری درباره فرح پهلوی ابتدا در بهمن سال 77 به مدت 2 هفته و بار دیگر در 17 فروردین سال 78 برای همیشه توقیف شد. فائزه هاشمی در مصاحبه با انصاف نیوز در 18 دی ماه 1399 به عنوان 4 سالگرد فوت پدرش با واکنش‌های زیادی مواجه شد. او در بخشی از اون گفتگو عنوان کرد: ترامپ رو برای ایران ترجیح می‌داد، چرا که بخش‌های و افرادی خطرناک‌تر از ترامپ در قلدری و عدم پایبندی به اصول قواعد و مقررات با عملکرد و بعضن سیاست‌های نادرست کشور رو در سراشیبی ناکارآمدی‌ها، سوء مدیریت‌ها، بی‌کفایتی‌ها و حتی گاهی تا مرز تلاشی پیش بردن. به مطالبات عمومی نه تنها توجهی ندارند، بلکه در خاموش کردن اون هم از هم سبقت میگیرند. هاشمی از مخالفین جدی محمود احمدی نژاد بود و در جریان انتخابات ریاست جمهوری 1388 از میرحسین موسوی حمایت میکرد. او در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 حضور فعالی داشت و در تظاهرات روز 30 خرداد هم برای مدت کوتاهی دستگیر شد فائزه هاشمی در روز اعتراضات جنبش سبز در 1 اسفند سال 89 برای 2 بار در خیابان ولیعصر بالاتر از تقاطع فاطمی بازداشت شد که این بار هم بعد از مدت کوتاهی آزاد شد. فرزند او حسن لاهوتی هم در تاریخ 2 فروردین 1389 در بدو ورود به ایران بازداشت شد. دادستان تهران در 3 فروردین 1389 درباره بازداشت لاهوتی گفت: لاهوتی با پذیرش تودیع وثیقه 73 میلیون تومانی به دستور بازپرس و تایید دادستانی تهران از زندان آزاد شد. پرونده اتهامی حسن لاهوتی با تکمیل تحقیقات به دادگاه هم ارسال خواهد شد.
فائزه هاشمی در سوم اسفند 1389 هنگامی که برای تشییع جنازه یکی از اقوامش به حرم عبدالعظیم در شهر ری رفته بود، مورد حمله گروهی از طرفداران دولت وقت قرار گرفت. انتشار فیلمی از این ماجرا که در اون سعید تاجیک نویسنده کتاب جنگ دوست داشتنی فائزه هاشمی رو فاحشه می‌خواند، جنجال زیادی رو برانگیخت. تاجیک از اعضای پیشین سپاه پاسداران و مجری اسبق صدا و سیما است که از نیروهای لباس شخصی در جریان تظاهرات جنبش سبز در عاشورا بود. فائزه هاشمی در سال 57 وقتی 16 ساله بود به عقد دکتر حمید لاهوتی، پزشک و فرزند ارشد مرحوم آیت الله حسن لاهوتی در اومد. ثمره این زندگی دو فرزند می باشد. فائزه هاشمی در این باره گفته: به اون معنا مراسم خواستگاری نداشتم. بابا به من و فاتی گفت پسرهای آقای لاهوتی حمید و سعید از شما خواستگاری کردند. جوابتون چیست؟ ما هم گفتیم بله و تموم شد. یعنی همه خواستگاری ما همین بود. هاشمی با اشاره به انتشار فیلم فحاشی گروهی از افراد موسوم به حزب اللهی به او در نزدیکی حرم عبدالعظیم و محکومیت اون توسط مقامات کشور گفت این فیلم اونقدر زشت و قابل دفاع بود که مجبور شدن در برابر افکار عمومی عکس العملی داشته باشند. علی مطهری با نوشتن نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نسبت به این فحاشی اعتراض کرد. مکارم شیرازی هم با فحاشی به فائزه هاشمی مخالفت کرد. پس از تشکیل پرونده قضایی برای فائزه هاشمی به اتهام مصاحبه با سایت روزآنلاین، جلسه دادگاه او روز 23 مرداد سال 90 اعلام شد که پس از درخواست استمهال از سوی وکیل فائزه هاشمی به روز 21 شهریور 1390 در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی به تأخیر افتاد. او پیش از این هم در سالهای 80 و 82 در جریان توقیف روزنامه زن به دادگاه احضار شده بود. فائزه هاشمی در تاریخ 3 دی ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی محاکمه غیرعلنی شد. فائزه هاشمی برابر حکم دادگاه به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه حبس تعزیری و 5 سال محکومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شد. در اواخر اسفند سال 95 هاشمی بار دیگر به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. اتهامات فائزه هاشمی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نسبت به قوه قضاییه و سپاه و همچنین سیاه‌نمایی علیه نظام اعلام شد. شاکیان پرونده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی بودند. مصاحبه‌های هاشمی با شبکه‌های تلویزیونی، سایت‌ها و مطبوعات بارها موجب جنجال‌آفرینی شده. مصاحبه فائزه هاشمی با شبکه 2 صدا و سیما در اردیبهشت سال 88 درباره حجاب اسلامی، چادر مشکی و وضعیت زنان جنجال‌آفرین شد. این مصاحبه او با واکنش و مخالفت برخی اصولگرایان نظیر عباس کعبی، فاطمه آجرلو و جعفر شجونی مواجه شد. در پی انتشار مصاحبه فائزه هاشمی رفسنجانی با ماهنامه نسیم بیداری در اردیبهشت ماه سال 90 نسبت به نحوه انتشار و انعکاس مصاحبه مذکور ابراز نارضایتی کرد و با صدور تکذیبیه‌ای خاطر نشان کرد تغییراتی در مصاحبه بدون اطلاع این جانب و برخلاف توافقات از پیش صورت گرفته انجام شده که شامل حذف و اضافه برخی کلمات و عبارات می باشد. هرگز به خمینی امام و به خامنه‌ای مقام معظم رهبری نمیگویم و اصلا قبول ندارم که آقای هاشمی یار آقای خمینی بودند، بلکه میگم همراه آقای خمینی بودند و به ایشون کمک کردند. او در اردیبهشت سال 95 با فریبا کمال‌آبادی از اعضای ارشد بهایان که برای مرخصی از زندان به بیرون اومده بود دیدار کرد و باعث واکنش از طرف بسیاری از مقامات و رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران شد. خانم کمال‌آبادی در مدتی که فائزه هاشمی در زندان بود همبندی او بود. فائزه هاشمی در فروردین 1400 با حضور در یک بحث که در صفحه مصطفی فقیهی و در شبکه اجتماعی کلاب هاوس برگزار شد، برای حدود 6 ساعت در مورد موضوعات مختلف به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داد. این نشست رکورد پرمخاطب ترین جلسه در کلاب هاوس فارسی رو با حضور حدود 24 هزار نفر به صورت زنده برای خودش ثبت کرد. در بخشی از بحث های او دیدگاه های خودش رو درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1400 بیان کرد. او با انتقاد از کارنامه حسن روحانی گفت حتی در صورتی که برادرم محسن هاشمی رفسنجانی کاندیدای انتخابات 1400 باشد که او را قبول دارم، باز هم در این انتخابات شرکت نمی کنم و رأی نمی دم. در قسمتی دیگر گفت محمود احمدی نژاد به او برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 پیشنهاد معاون اولی و ائتلاف داده، ولی او به خاطر عملکردش در سال 88 و توهین هایی که به پدرش کرده این پیشنهاد را نپذیرفته.
دفتر احمدی نژاد ساعتی بعد این ادعای فائزه هاشمی رو با انتشار بیانیه‌ای قویا رد کرد. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود. Thank you.